گایز چطوریم بچه ها؟ یکی اکسن هستم، خوش اومدید به یه ویدیو ریاکشنی ناب دیگه. بچه واقعا این جدیدن ها اواخر بازی جدید خفنی نیومده، هیچ بازی نیست دیگه، هم لازم نیست به من بدید نمره 20. بازی نیست، به خاطر همین ادمینای من برای من ریاکشن های جالب فراهم میکنن، ویدیوهایی که بشه بهشون ریاکت کرد برای من میفرستن. توی این ویدیو بچه ها ما قراره بریم ببینیم که اولین نسخه بازی ها با آخرین نسخه شون چقدر فرق داشته. مثلا اولین جی تی ای با آخرین جی تی ای، اولین گیرز آف وار با آخرین گیرز آف وار. دیگه خلاص توضیح نمیدم بیشتر از این. بچه ها اگه ایده جالبی به ذهنتون میرسه حتما بنویسید توی کامنت ها. اگه این ویدیو رو حال کردید باهاش، بازیایی که دوست دارید اولین نسخه شو با آخرین نسخه شو بذارم توی ویدیو پارت بعدیش، توی کامنت ها بنویسید و ویدیو رو لایک بکنید. اگه تعداد لایک ها زیاد باشه پارت دوم این ویدیو رو هم میذاریم بدون معطلی. Let's Yeah. اولین گیمی که داریم Gears of War. به به، سال 2006. خیلی از شما هنوز به دنیا نیومده بودید و اینو بازی میکنم با Xbox 360 Xbox 360، و چقدر خفن بود باورم، یعنی اصلا انقدر اون موقع این بازی قوی بود، جدید بود، نو بود، سبک جدید، سبک اصلا انقدر سینمایی بود، اصلا قوقا کرد اون موقع Gears of War. کاش دوباره ایکس باکس این انحصاری مثل گیرز آف وار و اینا جدید بزنه بیاد، خیلی خفن بود خدا وکیلی. وای گیرز 5 هم خفن بود. من کلا گیرز آف وار رو دوست دارم، به نظرم خیلی احترام دارن تو صنعت گیم دنیا گیرز آف وار، ولی همیشه دارم میخواست کاش میشد برای ایکس باکس انحصاری میموند، حتی رو پی سی هم نمیموند. واو چه گرافیکی داشت لعنتی. حتما باز من فکرم واکتروش هم گذاشتم توی چنل رزیدنت ایویل. آه کابوس بچگی های من، 1996 اینجا من تازه به دنیا اومدم، ولی اینو من با پلی‌استیشن بازی میکردم مثلا وقتی 6-7 سالم بود. ببینید یه چیزی هست، من سلطان بازی های ترسناکم. 6-7 سالم بود میشستم رزیدنت ایویل بازی میکردم. ببینید خیلیاتون میگید آریا کاکسر تو چجوری اینقدر بازی ترسناک میکنی، ما نمیتونیم اصلا حتی نگاه بکنیم و تو اونو بازی میکنی. یه هر کسی یک استعدادی داره، من انتخاب شدم برای این موضوع، انتخاب شدم تا برای بچه های توی خونه بازی ترسناک برم. دلتون تنگ شده واسه بازی ترسناک؟ بنویسید توی کامنت ها. هنوزم ترسناکه به نظر من این گیما. وای کابوس من نمسیس بود خدا وکیل. ایول ویلیج 2021 قراره بیاد، وای این بیاد. میترکونیم چنلو، یعنی اونایی که منو سابسکرایب کردم و این بازی وقتی عرضه بشه نبینن، واقعا اصلا نصف عمرتون بر فنا رفته. وای خیلی دلم میخواد ببینم چی جوریه این ویلیج. وای بازی ترسناک نابی. رزیدنت ایویل 7 که انصافا ترکون، امیدوارم این خراب نکنه، تو خیلی عجیب غریب تره. فارکرای همون موقع هم گرافیکش خوب بوده لعنتی. آنلاین ایکس باکس، انحصاری ایکس باکس بوده؟ چه جالب. خدا وکیلین گرافیکش خوب بوده واسه اون سالا، عالی بوده. یادم یه جایش ترسناک میشد تو فارکرای 1، شاید من خیلی بچه بودم میترسیدم نمیدونم. آقا این بازی واسه نسل PS2 و ایکس باکس اول عالی بوده، خدایی نگاه. واو به به، داداشم اسمش شد یادم رفت، همین الان یادم رفت. بریکینگ بد بکنم، فار کرای 6 هم چیز خفنی از آب در بیاد. باید داستان خفنی باشه باشه. 2001 NBA، من هیچ وقت بسکتبال بازی نکردم. کسی داریم بسکتبال واقعا دنبال بکنه بازی بکنه حرفه‌ای با پلی استیشن اینا؟ بنویسید تو کامنت، میخوام تعدادتون چقدر، ولی جدا خالی نمنید، فقط اونایی که واقعا بازی میکنن. ولی همیشه بسکتبالا خفن ترین گرافیکا رو داشتن، الان 100% میگرخیم تو ورژن آخریش مطمئنم. چقدر زود گذشت 2020، واقعا خفنه. ورزش چیزی هم هست بسکتبال، خیلی ورزش دوپ و کول و خفن، و همیشه هم سلبریتی ها اول نشستن دارن بازی ها رو نگاه میکنن، همیشه با درپ و هیپ هاپ و اینا یه ارتباطی داره. NBA خیلی منظم خفنه. آه گرافیکو بعد دیدید عرق میکنن چقدر گرافیکاش بالاست. نید فور اسپید هات پرسویت 2 ایکس باکس 2002، البته این اولین نید فور اسپید نیست، پس به من ندید. این اولین
نیت فور اسپید نیست. ولی خب آخر نیت فور اسپید چی بود؟ هیت بود؟ درست یادم نیست. اینم خوب بوده گرافیکش. کلن اصلا من ازم PS2 و ایکس باکس اولیه یه قوقای خفنی برپا کردن توی. ببین من میشه مثلا به نظرم فرقی خیلی بین چیز احساس نشد. PS3 تو PS4 یا PS4 تو PS5 ایکس باکس 1 بعد 1 تو سریز ایکس یا اس. البته بود فرق خیلی بود، ولی مثلا از PS1 به PS2 واقعا معلوم بود گرافیکا رفت بالا، یا از PS2 ایکس باکس به ایکس باکس 360 و PS3 واقعا تغییرات حس شد. نمیدونم شاید من فقط هم چه حسی دارم، شما هم با من هم عقیده اید یا نه خود وکیلی. نید فور اسپید هیت هم خفن بود. من چقدر با موست وانتدش خاطره دارم. بی نظیر بود موست وانتد، بی نظیر بود. هیت هم خفن بود فکر کنم، پارسا بازی میکرد با این فرمونا. ولی نمیدونم چرا دیگه مثل قبل نشد نید فور اسپید. به نظرتون چرا مثل قبل نشد هیچ وقت؟ هیلو، به به، مستر چیف. 2001، یعنی اینجا من 5 سالم بوده بازی اومده. من 5 سالم بوده همچین گرافیکی داشته بازی. واسه 19 سال پیشه؟ 20 سال پیشه تقریبا. 20 سال پیش؟ هیلو 20 سال پیش اومد، یعنی PS2 و ایکس باکس 20 سال پیش هن؟ خیلی دلم میخواد عرضه بشه این. نمیدونم چرا دو به شکم بشه که میتونه خوب باشه، ولی امیدوارم گرافیکی اینا خفن شد. ولی گیم پلی که خیلی تغییر کرده، اصلا فست شده، عین دوم و این چیزا شده تقریبا. ولی امیدوارم گرافیکی حرفی واسه زدن داشته باشه، چون انحصاری هم هست. خیلی گرافیک تو چشمه. اسپایدرمن که خیلی من این اسپایدرمن رو بازی میکردم، بچه بودم وقتی بازی میکردم میترسیدم، نمیدونم چرا. دیرین 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 دیرین. بعد یادم ونوم هم بود تو این اگه اشتباه نکنم، نمیدونم یادم نیست. وای وای وای، لعنت بهش، یاد بچگی هم افتادم. چه دورانی بود، چه دورانی بود. و آخرین مایلز مورالز که واقعا خفن بود. به نظرم اسپایدرمن ها خیلی خوب اومدن تو بازار، این دوتا اسپایدرمن آخری ها عالی بودن، یعنی قشنگ یه بازی مهیج و ناب، اصلا حوصله سربر نبود، خیلی خوب بود. و مایلز مورالز یکم کوتاه بود، هرچند که اون اسپایدرمن اصلیه که اومد خیلی کوتاه نبود، ولی مایلز مورالز یکم کوتاه بود. با این حال بازم خفن بود و قشنگ بود و به اندازه بود به نظرم. گاد آف وار، اصلا کیه که اینه 2005 اومده؟ شت، یادمه من اینو با دوستم ماهان میشستیم بازی میکنیم و چقدر اون موقع این بازی خفن بود. و آخریش که بی نظیر بود. جدیدش هم بیاد 100% میذارم، من 100% میذارم. یعنی گاد آف وار 2021، من ندیدم خیلی تریلرشو، چیزی مگه ازش رگناروک، درست میگم رگناروک؟ وای، همین، در همین حد. کال آف دیوتی که ببین، کال آف دیوتی رو من وحشتناک دوست داشتم بچه بودم، همین ورژن 2003 شو، همون سالای 2003 و اینا. توی کامپیوترم نمی اومد، کامپیوترم ضعیف بود، این نمی اومد. بابای دوستم کال آف دیوتی بازی میکرد تو کامپیوتر اونا می اومد. بعد سی دی ش هم داشت، 3 تا CD هم بود اون موقع، توی جلد خفن کلوف. اون موقع بازی ها جلدش هر چقدر کلوف در بود، پکیجینگش و سی دی اش بیشتر بود، یعنی خیلی خفن و دیگه شاخ و اینا. سی دی ش ازش، از باباش گرفتم، گفتم تو رو خدا میشدیم من هم نصب کنم و اینا، گفت اوکی. خلاصه اومدم خونه نصب کردم، سی دی خراب بود نمیومد بازی. و رفتم بازار، بابامو راضی کردم، رفتیم بازار بازی رو خریدیم. اومدیم شب بود، دیر وقت، یه گرفتم خوابیدم. صبح زود پا شدم، ساعت چند بود؟ 6:30 صبح. 6:30 صبح پا شدم، جمعه هم بود، مدرسه نشم، کال آف دیوتی ریختم و اومد. یعنی اصلا انگار دنیا رو بهم داده بودن. بی‌نظیر بود اون کال آف دیوتی ها. و هیچ وقتم دیگه ازم حسال اون موقع بر نمیگرده به کال آف دیوتی. اون موقع اصلا میگم خیلیاتون به دنیا نیومده بودید. و آخری که دوباره واکتروشو گذاشتم. اینم خب اینجا داریم آرشو میکشیم. ایرانیه. نمیدونم چرا خیلیا حال نکردن با این کال آف دیوتی، ولی به نظرم کال آف دیوتی خفنی بود. اساسینز کرید کانسپت سال 2004، اساسینز کرید وقتی اومد اصلا یه چیز دیگه بود، انقدر که متفاوت و گرافیک این بازی وحشتناک بالا بود اون موقع. این کانسپتشه، شه قرار بوده اینجوری بیاد،
فرست دی روز اول و آخریش والهالا. چه جالب، اون موقع که من اساسین اسکرید 1 میریختم رو کامپیوترم و نمی اومد، یادم همسایه‌مون کامپیوترش خفن بود، رفتیم خونه اونا بازی کردیم. هیچ وقت فکر نمی‌کردم یه روزی یوبیسافت برای من اساسین اسکرید رو بفرسته تا ویدیو ازش بگیرم بذارم. به این میگن هرگز دست از روزی، هرگز دست از رویاد نکش. واقعا همیشه اصلا مهم نیست چی کار کی چی میگه، مسخرت میکنن نمیکنن. یه روزی هم اونایی که الان دارن مسخرت میکنن در آینده ازت ادوایس میخوان، میدونی، یعنی میخوان کمکشون کنی. بهت قول میدم من یه راه ساده بهتون میگم واسه موفق شدن. هیچ وقت حرف بقیه براتون مهم نباشه. کسایی که مسخره میکنن و کسایی که میخوان انرژی منفی بدن به هر نحوی، اگه باور داری و یه کاریو دوست داری تلاش کن، یه شبه هیچی نمیشی. تلاش کن، سختیشو بکش، لذتشو ببر. ولی اگه بخوای به حرف مردم گوش کنی مطمئنم شکست میخوری واقعا. این که دیگه لعنت بهش، من یادمه این بازیو قشنگ 1997. البته من خب اینجا الان یه سالم بوده، بعدها بود مثلا 6 7 سالم بود بازی کردم، ولی از بالا بود دقیقاً یادمه. بعد یه گان میشد ورداش آتیش زد مردمو. وا یادش بخیر. اصلا فکر کنم خیلیاتون ندیدین این بازیو، اصلا نمیدونستین این شکلیه. GTA 6 الفا، این که 100 درصد جی تی ای نیست، ولی مادسازی کردم جی تی ای وی و تابلو جی تی ای 6. اگه خدا بخواد، اگه راکستار دیگه خجالت بکشه دیگه نخواد تا یه نسلی نگه داره 5 جی تی ای 6 فکر کنم بین سالهای 2022 تا 2023 بیاد، و اگه بیاد فکر نکنم لایسنس ماشینا توش باشه، یعنی ماشینا فورد واقعی، آودی واقعی، بنز واقعی نیست، همیشه شبیه به اینا. ولی فکر کنم گرافیکش دیگه مرگاور بشه. البته فکر کنم گرافیکش مثل همون رد دد باشه، فکر نکنم فراتر از رد دد 2 بره حداقل. ولی چی میشه اگه، وای فکر کنم اون روزی که جی تی ای جدید رونمایی بشه، کل دنیا نه فقط گیمرها، کل دنیا سکته میکنن قشنگ. مثل این که میگن قراره توی 3 تا شهر باشه، مثلا لندن آمریکا، 3 تا کشور لندن آمریکا، یا 3 تا شهر توی انگلیس باشه. نمیدونم، امیدوارم انگلیس نباشه، انگلیس به دردم واچ تاکس اینا میخوره. یعنی کی میشه بیاد عرضه بشه خدایی. وای بچه ها دمتون گرم، مرسی از اینکه تماشا کردید. اگه دوست دارید پارت دوم این ویدیو رو براتون بذارم، بقیه بازی ها رو ببینیم اول چی بودن و خفن ترین نسخه شون الان چه جوریه، چقدر فرق داشتن با هم دیگه، حتما حتما نظراتتون رو بنویسید توی کامنت، بنویسید چه بازیایی رو دوست دارید تو ویدیوهای بعدی ببینید. حتما کانال منو سابسکرایب بکنید برای حمایت کردن از من. اگه ایده ای چیزی هم دارید واسه ویدیوهای جالب که دوست دارید من براتون ویدیو رو بسازم توی کامنت ها بنویسید، و اگه کسی چیز جالبی نوشته یا ایده جالبی داده لایکش بکنید که من ببینم بیاد بالا. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید و تا ویدیوهای بعدی میبینمتون. دیسه.